مطمئنی تو فیلم‌های ایرانی وقتی خانم بالا میاره یعنی حامل است؟ یا مطمئنی که وقتی یه دختر و پسر دارن و هم چپ چپ نگاه میکنن حتما آخر فیلم؟ اگه میخواید که درگیر این کلیشه ها نشید، این ویدیو رو تا تهش ببینید. سلام، خوش اومدیم به مووی لا. من حسین وکیلی هستم و دوست دارم که امروز یکم در مورد مفهوم کلیشه با هم صحبت کنیم. کلیشه یعنی چی؟ احتمالاً تعریف کلیشه یا یک اتفاقی که تکراریه یا این تکرار اذیت کننده است و زیاد شنیدید، مخصوصاً توی ادبیات، توی فیلم‌ها و توی قصه ها. کلیشه دقیقش کلمه فرانسویه که این کلمه فرانسوی توی اصطلاح یعنی یه چیزی که به خاطر تکرار و مصرف بیش از اندازه خودش اون اثر و اون فایده اصلیشو از دست داده و بیشتر اذیت کننده و مسخره شده. توی معنی لفظی خودش هم این الگوهاییه که میذارن روش طرح میکشن و یک در واقع الگوییه، یک طرح ثابتی رو روش تکرار میکنن و این تکراری بودن سرایت کرده معنیش توی ادبیات و توی سینما به معنی بد و منفی کلیشه‌ای بودن. وقتی میگیم کلیشه سازی کردی یا یک حرف کلیشه ای زدی، یعنی یک اتفاق و یک جریان و یک مفهومی که انقدر برای ما قبلا تکرار شده رو بهش رجوع کردی و مثلا ذهن شما متوجه میشه که حاجی بازاری آدم کچل، مثلا ریشوی تسبیح به دست چاق احتمالاً، و این کلیشه ای که از حاجی بازاری مثلا تو ذهن شما ساخته شده همیشه توی فیلم‌ها جواب میده و شما این کلیشه ها رو میذاری و یه آدم حاجی بازاری برای مخاطب درست میکنی و خیلی نمیخواد یه آدم یا یک شخصیت فضای جدید رو خلق کنی. همین که یه چیزی که قبلا تو ذهنها دیده شده و پرداخته شده و بخوای فقط عکسش رو نشون بدی به یکی بگه آها این فلان آدمه، بس، این میشه کلیشه، چیزی که تکراریه، خسته کننده است و خیلی توش خلاقیت نداره. یه کار مهمی که رسانه ها اصلا میکنن کلیشه سازیه، یعنی این که یک مفاهیم و گستره اطلاعاتی رو زنجیروار تو ذهن شما هک میکنن تا شما قضاوت و تصمیم گیری و شناختتون نسبت به یک چیزی به صورت مشخص دیگه شکل بگیره و خیلی نخواهید وقتی یه چیزی رو میبینید و میشنوید فکر کنید دربارش. مثلا فلان مسئله رو که میشنوید یه نگاه خاص و منفی حالا یا مثبت دربارش دارید، یا مثلا درباره فلان آدم وقتی یه جایی میشنوید همیشه میدونید که این آدم بد است یا خوب است. فقط با یه نگاه کلیشه‌ای یا یه نگاه از پیش تعیین شده اونو قضاوت میکنید و تصمیم میگیرید و مسئله رو برای خودتون حل میکنید. هدفی که دنبال می‌کنیم توی این ویدیو بیشتر حرف زدن درباره کلیشه توی ادبیات و فیلمنامه و قصه و فیلم‌های سینمایی و سریال و این چیزاست. کلیشه می‌تونه مدل‌های مختلفی داشته باشه. مثلا توی ادبیات داستانی شما بیشتر مدل‌های استعاره‌ای و تمثیلی کلیشه رو زیاد می‌بینید. مثلا میگه که دندون‌هاش مثل برف یا مروارید سفید بود، یا مثلا روی اون مثل ماه می‌درخشید. خب اینا رو زیاد می‌شنویم و استفاده مجدد و همیشگی از این عبارات کلیشه است. اونی که اولین بار گفته خلاقیت داشته، خلق کرده، یک تعبیری کرده که مال خودش بوده. اما شما بخوای دفعه دهم، بیستم، صدم، هزارم از این استفاده کنی، یک کلیشه است. این کلیشه لزوماً چیز بدی نیست، اما میدونیم که اون ارزش ادبی و خلق ادبی رو نداره دیگه و یه جورایی یا تقلیده یا استفاده از مفاهیم و دانش و شناختی که مردم قبل از اینکه شما بگی پیدا کردن و یه جورایی دیگه براشون تکراری، خیلی چیز جدیدی نیست این تعبیر شما. کلیشه میتونه توی پلات و رنگ قصه شما وارد بشه و توی شخصیت‌ها و فضاسازی فیلم شما دخیل بشه و اصطلاحاً بهش میگیم تروپ، یا یه مفهوم یه مقدار عینی‌ترش میشه تیپ که توی فیلم‌ها می‌بینید. می‌خوای بگی که فضای قدیم رو داری روایت می‌کنی، این که بیای یه مقدار رنگ فیلمو کم کنی یا مثلا حالت فیلمو ببری دوران قدیم لزوماً قدیم ساخته نمیشه. یا اینکه می‌خوای بگی آقا یه آدمی دزد، خب دزد مشخصه یه آدمی که موهای ژولیده پولیده داره، مثلا قیافه داغون، یه مقدار لباس‌های مندرس داره، یا آدم تیزیه، یا مثلا یه موتور داره دو ترکه، شما از 10 کیلومتریش رد نمیشی، میفهمی که اینا احتمالاً دزدن و شاید بخواد گوشی موبایل شما رو بدزده، مال تو صفر میچسبی. خیلی تابلوئه که این شخصیت چیه. ولی اگر که همین شخصیت دزد رو یه آدم عادی ببینیم که مثلا داره خیابون رد میشه ولی یهو دزدی میکنه، چقدر غافلگیر کننده است و چقدر خلاقانه تره. اینجا شما یه شخصیتی رو ساختی و اون کلیشه های ذهنی رو دیگه باهاش کاری نداشتی، دزد خودتو خلق کردی. یعنی شما توی شخصیت و فضای فیلم میتونید موقعیت‌های کلیشه‌ای یا بهتر بگیم تروپ یا تیپ و تیپیکال خلق کنید که همه چیز تکراری و از قبل دیده شده است و چیزی خلق نکنید که
از ارزش کارتون کم میکنه و صدمه میزنه خیلی جاها به قصه. بله ممکنه شخصیت ها و موقعیت های فرعی رو یه مقداری از تیپ و تروپ استفاده کنید و خیلی نخواهید که اون پرداخت یه شخصیت اصلی قصه رو بهش بدید، اما شخصیت ها و موقعیت اصلی قصه حتما باید خلق بشن و از اون حالت کلیشه‌ای در بیاد. و اگر که یه دزد داری، اگر که یه مثلا معتاد داری، پلیس داری، یه زن و مرد عاشق داری، اینا باید جدید باشن، نو باشن و برای من و مخاطب حرف جدید و موقعیت جدید خلق کنن. مدل دیگری از کلیشه میتونه توی ساختار قصه باشه که لزوماً شاید چیز بدی نباشه، مثل ساختار کلیشه‌ای کلاسیک و سه‌پرده‌ای که شما توی پرده اول قصه میای شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و فضاها رو معرفی می‌کنی، توی پرده دوم چالش‌ها و کشمکش‌ها و گره‌های ایجاد میشه و شخصیت‌ها و موقعیت‌ها به نقطه بحران و اوج خودشون میرسه و توی پرده سوم میری سراغ حل و فصل کردن و نتیجه‌گیری ماجرا، که این مدل کلاسیک قصه‌گویی سه‌پرده‌ای توی فیلم‌ها جواب میده، بوده و هست و خواهد بود و یه مدل خوبیه. این کلیشه یه جورای دیگه یه قانون شده، یه قانون درست، ساختار درست که امتحان خودشو پس داده و اینجا نمیتونیم بگیم که مثلا نه دیگه چیه مدل کلیشه ای. اما بعضی از موقعیت‌های داستانی فیلم‌ها و ساختارهای داستانی کلیشه‌هایی که بعضن اذیت کننده است یا از سطح ارزش در واقع هنری فیلم داره کم می‌کنه. مثلا یه مدل فیلم اکشنی که شخصیت اول فیلم یک اتفاقاتی براش به وجود میاد و همیشه یه مدل داره میره آدما رو لتو پار کنه و مثلا آخرام به رئیسشون برسه، اونم بکشه و همه چیز حل بشه. یه مدل دیگه از این فیلم‌ها مثلا یه ارباب تاریکی بدمن خیلی بزرگی وجود داره و برای اینکه یه آدمی پیدا شه به این مقابله کنه، یه فردی انتخاب شده است. حالا این آدم انتخاب شده یه ویژگی‌هایی بهش داده میشه که بتونه با اون مقابله کنه، یا مثلا یه گروهن، یه فرده. لزوماً هم ساختار کلیشه‌ای بدی نیست، میتونه که خلاقیت‌های خودش رو داشته باشه. توی لاک پشت نینجا اینو می‌بینید، توی هری پاتر اینو می‌بینید، این سبک روایت رو توی ارباب حلقه ها می‌بینید، توی خیلی از فیلم‌های ابرقهرمانی حتی می‌بینید، که البته فیلم‌های ابرقهرمانی مارولی و دی سی و اینا خیلی دارای اون ارزش خلق موقعیت‌های مثلا خاص نیستن و همون ساختار کلیشه‌ایش همیشه برای مخاطب جذابه. چه ساختار کلیشه‌ای توی فیلم‌های سوپرهیرویی ابرقهرمانی وجود داره؟ مثلا یکیش این که ابرقهرمان نمی‌میره، یا تقریباً میشه گفت که ابرقهرمان نمی‌میره، یا اگه مثلا چی بشه که بمیره یه ابرقهرمان دیگه دقیقاً جاشو پر خواهد کرد. این ساختار کلیشه‌ای که البته هوشمندانه است، پشتش فکره و کار خودشو میکنه و اون ابرقهرمانه همیشه باز تولید میشه. مثلا بتمن توی دهه‌های مختلف سینما هست، داره کارشو میکنه، یا اسپایدرمن رو میبینید که چندین نسل همینجوری میاد جلو. قهرمان ممکنه بمیره ها، ولی ابرقهرمان توی اون نگاهی که هالیوود داره نمیمیره. حالا دوستان و طرفداران فیلم‌های ابرقهرمانی گیر ندید به ما، چرا آیرون من مرد، شاید توی قسمت دیگه زنده شه، خدا رو چه دیدی، یا یکی بیاد جاشو دقیقاً پر کنه، همون لباس رو بپوشه و همون کارا رو بکنه. البته دستمزد آقای رابرت دنی جونیور هم خیلی بالایی که دیگه شاید می‌خواستن از شهرش خلاص شه. ذهنتون رو باز کنید، خلاق باشید، با واقعیت‌ها روبرو شید، دنبال چیزای جدید باشید. فکر نکنید هر چیزی که توی فیلم‌ها و قصه‌ها دیدید عیناً باید تو کار شما هم تکرار شه و همون نسخه فیلمو شما هم بری جلو به موفقیت می‌رسید. نه اینطوری نیست. فیلمایی که همش شخصیت‌ها و موقعیت‌های تکراری و کلیشه‌ای داره و ذائقه و ذهن شما رو هم با خودش تنزل داده و شما راضی میشی به دیدن یه فیلمی که خیلی هم شاید نخواهی دربارش فکر کنی، یا شخصیت برات عجیب باشه، دوست داری همه چیزو از قبل ساده بفهمی و خیلی عمیق نشی توش، مدل سریالای صدا سیمای خودمون دیگه. حالا تو سینما و فیلمای مختلف هم ممکنه این کلیشه ها باشه که گفتم از اون ارزش هنری کم میکنه. مثلا آقا تفنگ رو که شما روش لوله صدا خفه کن میبندی، صداش خفه که نمیشه، ولی توی فیلم اون صدایی که شما میشنوید تقریبا خفه شده و این یه باور غلطه. کلیشه‌ایه که تو همه فیلم‌ها هم همین جوریه، یعنی صدا خفه کنه گذاشت دیگه یکی که بغلش هم دیگه انگار نمیفهمه و این غلطه. یه باورای غلط غیر واقعی، مثلا تو فیلم جنگی نارنجک میندازه 100 نفر پخش و پلا میشن، اینجوری نیست که. نارنجک تاش 40 تیک است و مدلی انداختنش و پرتاب کردنش و اینکه کجا قرار میگیره مثلا چند ثانیه اصلا طول میکشه این باز بشه بترکه و اینکه اصلا باید چجوری خوابید رو زمین، قایم شد چیکار کرد، همه اینا یه نکات نظامی داره که تو فیلم‌ها معمولا غلطه و به شکل کلیشه‌ای غلط داره همینجوری نمایش داده میشه و ذهن مخاطب فکر میکنه که نارنجک یه جور حتما میترکونه دیگه، لزوما اینجوری نیست. مثالی که اول ویدیو زدیم، خانومی که شما میبینید همیشه داره بالا میاره یعنی حامله است، بارداره، این یه باور کلیشه‌ایه. یا وقتی یه خانم آقای میرن توی اتاقی خونه چراغ خاموش میشه، یعنی اینکه بله نور سبز میزنه توی اتاقی، بعد دوربین اون بالا، بعد یه سجاده پهن، یه چادر
رنگی گلگلی خوشگل. بابا خدا وکیلی کدوم یکی از ننه‌های شما اینجوری نماز می‌خوندن؟ نماز چیز روزمره و عادی تو زندگی خانواده‌هایی که مذهبیان نماز می‌خونن دیگه، مثلا چیزی که تو سریال پایتخت می‌دیدی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم. باشه بلند شدیم، فهمیدیم، بلند شدیم. آقا ما اگه چه نبودیم ما کافر بودیم. خیلی خوب داداش بیدار شدیم. باشه، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام علیکم. باشه، وقت نمازه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اکبر. مثال دیگه، دستگاه شوکو که میزنی رو مرده یعنی که اینو داری زنده میکنی. البته تو واقعیت هم همینجوری، ولی لزومن با دستگاه شوک شاید بر نگرده یکی به زندگی، شاید مثلا یک عملیات دیگه اونو احیا کنه. درفنی شوکه شده کلیشه برگردوندن به زندگی. خیلی جا باید آدرنالین تزریق کنیم به قلب و این کار خیلی نمیکنن، نشون نمیدن و همونش دستگاه شوک نشون دهنده اونه که یعنی این داره احیا میشه دیگه، این کلیشه است. طرف یه بمب میزنه، یه نارنجک میندازه و اصلا پشتش رو نگاه نمیکنه. شما میبینید که پشتش آتیش زد و ترکید و همه چی رفت هوا. این مدل صحنه پردازی رو چقدر تو فیلم‌ها دیدی؟ شاید اولین نفری که این کار کرده باشه خلقی کرده باشه، یه موقعیت جدیدی خلق کرده باشه، ولی نفرات بعدی که این مدلی این صحنه رو نمایش دادن خیلی هنری نکردن. یا مثلا دیدی یک شکست عاشقی میخوره، ضربه روحی بهش وارد میشه، چلخ صدای رعد و برق میاد، بارون میزنه. همیشه نمیدونم چرا اونجا باید بارون بزنه، چیه این بارون؟ نمیدونم. یا دیدی تو تعقیب و گریزا داره در میره، بعد میره بالا پشت بونی، یعنی طبقه خودشو پرت میکنه توی سطل زباله، اونجا پلاستیکای آشغال هستن و میفته رو اون، هیچیش نمیشه. حالا با خودتون فکر کردید که شاید توی اون پلاستیکا شیشه باشه، چوب باشه، قوطی کنسرو باشه، پدر طرف در بیاد. همیشه یه سری پنبه و تشکتون پلاستیکاست و نرمه، میپره پایین، هیچیش نمیشه. یا کلیشه سازی که توی فیلمای ایرانی خیلی میبینید، توی فیلمای مدلای مدرن و انتقادی و اجتماعی و اینا، این که خانواده ها و خانومای مذهبی معمولا متوسط و رو به پایین جامعه، خانومی که چادر داره همیشه مثلا یه بدبخت بیچاره است. کی گفته اینجوری؟ خیلی از این خانوما و این خانواده های مذهبی اتفاقا وضعشون خوبه و دستشون به دهنشون میرسه و خیلی از خانواده هایی که خیلی مذهبی نیستن اتفاقا وضع خوبی ندارن، اینجوری نیست. ولی این باور توی فیلم ها تکرار شده، کلیشه شده و مخاطب احتمالاً توی اولین برخورد دیدی که نسبت به خانم محجبه چادری داره اینه که مثلا یه طبقه متوسطی و رو به پایین جامعه است. این کلیشه سازی شخصیت رو توی انتخاب بازیگرم خیلی خودشو نشون میده. مثلا شما میخوای یه آدم دزد یا پلیس انتخاب کنی، کیو انتخاب کنی بهتر از جمشید آریا؟ همیشه جمشید هاشم پور یه پلیس، یه گنگ توی فیلمو. یا مثلا یه حاجی بازاری چاق و مذهبی و یه مقدارم درویی که دوتا هم زن داره، همیشه تسبیح هم دستش پشت دخل نشسته، کی بهتر از محمد رضا شریفی نیا؟ یعنی فیلمنامه رو میخونن میگن این دوتا زن داره، زنگ بزنید شریفی نیا. این انتخاب بازیگری کلیشه قطعا به کار شما صدمه میزنه و فیلم شما رو حد اکثر در تراز فیلمای قبلی خودش قرار میده، نه یه چیز متفاوت یا جدید یا به یاد موندنی. مثلا من میگم که یکی مثل سید جواد هاشمی که همیشه تای فیلمو شهید شو نقش مثبت بازی کرده، توی فیلمی اگر که نقش منفی بازی کنه و متفاوت، چقدر به چشم میاد. خب بگو، گوش میدم. مثل رضا عطاران که بازیگر طنزه ولی اومد توی فیلم دهلیز بازی کرد، یه نقش جدی رو خوبم از پسش برمومد. توی اسم گذاری شخصیت ها همین کلیشه ها هست. مثلا اسم اماما و پیامبرای خاص هیچ وقت روی شخصیت منفی نیست و شما از اول میفهمید. اگر یه علی، حسین، زهرا، فاطمه، زینب، حسن اینا رو تو فیلم دیدید، اینا شخصیت منفی، مطمئن باشید که توی فیلم ها و سریال ایرانی نیستن. البته بهشون جواز هم نمیدن که شخصیت منفی باشه، حالا تای شخصیت خاکستری. ولی شخصیت منفی میشه خسرو، سعید، ناصر، چه اسم ایرانی چه اسم عربی، که حالا اسم معصوم یا اسم پیامبر خاصی نباشه حتما میشه اسم آدمی که خاکستری یا منفی فیلم شماست. یه نکته فرمی درباره کلیشه ها، این که دوربین رو بگیری روی دستت و بخوای موقعیت التهاب و مثلا دعوا تنش ایجاد کنی، یه کلیشه بسیار بده که از باور غلطی که توی ذهنهای مردم ساخته شده میاد و اونم اینه که فیلمای مستند رو دستن. کی گفته فیلم مستند رو دسته؟ فیلم مستند جایی رو دسته که شاید تو شرایط جنگه یا مثلا
میگن طرف توی جنگلی دیگه دوربینش رو روشن کرده داره گم میشه، یه فیلمی گرفته. دوربین توی فیلم مستند میخواد یه شیر و یه پلنگ رو نشون بده رو پایه است، اما دوستان فیلمسازی که میخوان اون حس واقعیت گرایی و اون حس مثلا تاریخی و مستند رو تو فیلماشون دارن با لرزوندن حرکت‌های دوربین رو دست، از باور کلیشه‌ای غلطی که تو ذهن مردم شکل گرفته دارن استفاده میکنن و این اتفاقا کمکی به اون فضا سازی نمیکنه. اما اگه شما بیای قاب بندی و میزانسن تو طوری بچینی که به اون حسی که میخوای القا کنی برسه، این سینماه و این مدل درستش، نه اینکه دوربینو بگیری بلرزونی و اذیت کنی مخاطبو. اینم یه کلیشه‌ایه که خیلی میبینید توی فیلم‌ها، مخصوصا کسایی که میخوان ادای فیلم ساختنو در بیارن. یکی دیگه از این مدل‌های فرمی کلیشه هم اسلو موشنه، که اسلو موشن رو نمیدونم تو عالم واقعی ما کی میبینیم، کی شما با چشمتون اسلو موشن میبینید، در صورتی که سینما جایگاه چشم شما تو صحنه عموما و حس شما هیچ وقت اسلو موشن نیست. اسلو موشن اگر جا داشته باشه یک در هزاره. فیلم‌ها برای این که مثلا بخوان احساس ایجاد کنن اسلو موشن میکنن. اسلو موشن کار سینما نیست، مال موزیک ویدیو، مال تیزر، مال تبلیغاته. دوستان عزیز سینمایی ما، اسلو موشن مزخرفه، اسلو موشن ضد سینماییه، هر کی به کار برده، چه فرنگی چه ایرانی، مگر توضیح دادن، مگر پی او وی داشته باشه اسلو موشن، بدونیم کی داره اسلو موشن میگیره. اسلو موشن در زندگی واقعی هیچ انسانی رخ نمیده، مگر در لحظاتی که توضیحش هم قبلا دادم، مرگ فلانه و بعد اسلو موشن، من باید بفهمم این کاراکتر داره اسلو موشن میبینه، نه آقای فیلمساز. سینما با کات، با زمان عوض کردن، با فلش بک، فلش فوروارد، نگه داشتن، سکوت، صدا، دیالوگ، موسیقی، اینا حس ایجاد میکنه، با اندازه نما، با زاویه دوربین، نه با اسلو موشن کردن. و اسلو موشن کردن به نظرم خیلی کار سینمایی و حرفه‌ای و هنری نیست توی سینما و روایت‌های داستانی رئال مخصوصا. دیگه خیلی حرف زدم، دمتون گرم، امیدوارم که به دردتون خورده باشه حرفایی که توی این ویدیو زده شد، و اگر که سوال و نقد و نظری هم نسبت به این ویدیو دارید حتما کامنت کنید که توی این کامنت ها اتفاقای خوبی میفته و دیالوگ شکل بگیره بهتره. امیدوارم که شما هم کارهای خوب بسازید و از کلیشه ها به دور باشید. دمتون گرم، برید و کارهای خفن بسازید.